دست کم میشه گفت 27-28 سال اخیر چندین و چند بار حمله کردن به کشتی های گوناگون، و من از این اصطلاح حمله به کار میبرم برای اینکه بعد از اینکه هشدار دادن به این کشتی ها، مثلا یه تانکر بریتانیایی در سال 2019 باش این برخورد شد، حتی امنیت و سلامت اون کشتی ها رو هم مورد تهدید قرار دادن، تا اینجایی که در برخی موارد تصادم ممکن بود اتفاق بیفته بین کشتی های سپاه و تانکرها یا کشتی های بازرگانی که عبور میکنن. بنابراین کلمه دزدی دریایی احتیاج به این داره که ما یه مقداری متاسفانه در حقوق بین‌المللی کیفری باید خیلی تنگ تعریف بشه، ولی اگر مجموعه این نشون دهنده یک الگوی رفتاری باشه، بقیده من حداقل در دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی از طرف اتحادیه اروپا این قضیه قابل تعقیب هست و چند صد میلیون دلار غرامت اروپایی‌ها میتونن از جمهوری اسلامی در این مورد تقاضا بکنند.